به نام دانای هر ضمیر و سرمایه هر فقیر و درود بی پایان بروان مظهر لطف الهی هسته هستی محمد مصطفی و احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم آل بیت یاران با صفا و اولیای امتش. بیننده‌های عزیز برنامه عاشقان عارفان تلویزیون ایمان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار استم هر یک شما با خانواده های گرامی خود به امان الهی بوده و ایام را به خوشی سپری بکنید. الحمدلله امروز تانستیم که برنامه هفتم خود خدمت شما عزیزا تقدیم بکنیم. به اثر تقاضای ده زیادی از دوستا در مورد مراد و مرشد حضرت مولانا بلخی حضرت شمس تبریزی میخواهیم در این برنامه با شما صحبت بکنیم و سوالاتی هم که آمده در آخر برنامه با شما در میان بگذاریم جواب بشه. دوستای عزیز ما، حضرت شمس کی بوده؟ در مورد ریشه این مرد بزرگ کمتر گپ میزنیم، در مورد اندیشهش بیشتر صحبت میکنیم. اول خب باید گفت که شخصیت کاریزماتیک حضرت شمس در حاله از ابهام قرار دارد. ادعای از محققین میگوید یک موجودی بوده که مولانا در ذهن خود خلق کرده، وجود خارجی نداشته. ادعای میگن که بوده راجع به زندگیش معلومات دارن، افلاکی و سپهسالار دقیق در موردش گپ ها دارن. فرزند مولانا حضرت بهاءالدین سلطان ولد در رکابش بوده، کلمات قصارش جمع کرده، وجودش ثابت است. بنابراین شروع میکنیم با اول به یکی کی بود، از کجا و در کجا چی کرد. حضرت شمس تبریزی عارف قرن هفتم در تبریز به دنیا آمده. مولانا شمس الدین ملک داد تبریزی ای دوران کودکیش هم مثل کودکای عادی نبوده. بعد از او حیات پر افتخار از ای که شروع میشه، همه دائم سفر بوده و در سفر هم برخلاف دیگه صوفیا در مسجد و در خانقاه نبوده، امرار معیشت به اساس زحمت خودش میکرده، گاهی تدریس میکرده، گاهی هم کارگر بوده، کارهای عملگی و کارهای شاقه میکرده. ضعیف و جسه هم بوده، بارها گفته که من از دستی که ضعیف بودم وقتی که میرفتم در سر کار کس در کار نمی برد و معمول ای بوده که در کاروانسرا ها اتاق میگرفته هر وقت و در امو کاروانسرا در در اتاق خود قلف بسیار کلانی رو بسته میکرد و در کار خود ادامه میداد و امرار معیشت میکرد. ای بزرگ مرد توفه و هدیه ای داشت از پروردگار که در جستجوی از او بود، شخصی بود که با او امور توفه را با امو امانت با صاحبش بسپاره. همیشه از پروردگار تقاضا و التجا و دعایش همی بود که پروردگارو یکی از دوستای تو با من هم صحبت بساز. در شروع حیات خود مرید زنبیل باف و شخص دیگه به نام کمال خجندی بوده، اما وقتی که کمالات خود زیر پیرایش میبینه برش میگه که پیش ما تلقین و درس تو همه قدر بود. مولانا در جستجوی حقیقت به سفر میپردازه و هم امو گوهری را که داشت میخواید به صاحبش برسانه. بالاخره پروردگار دعایش قبول میکنه و ای در کنیه امو امانت به صاحبش میسپاره که او امانت الهی را به مولانا میگه ما را پروردگار عالم خالقم دو موهبه را هدیه داد، عطیه داد، یکی سر یکی سر. سر را در راه مولانا نهادم و سر را به فرزندش به ولد دادم. در مورد زندگی و شخصیت مولانا کافی است که حضرت شمس مولانا شمس الدین محمد تبریزی همینقدر کافی است که مولوی بلخی میگه که هر کسی که با شمس هم صحبت شده بعد از صحبت با شمس ذوق هیچ کتاب و ذوق صحبت هیچ کسی در دلش نمانده. چگونه میتونیم ما در مورد حضرت شمس معلومات پیدا کنیم؟ عادت به نوشتن نداشت، خودش
نه در مورد خود و نه در مورد اندیشه خود. در هر جایی که مردم از کرامتش و از شخصیتش با خبر میشد، از امون جای فرار میکرد. از امون خاطر به نام شمس پننده هم یاد شده. یگانه مرجعی که میتونیم در مورد اندیشه ای بزرگ مرد ما چیز را روشن کنیم، بفهمیم، ای است که امون مقالات شمسه که به نام کلمات قصار و یا خط سوم جمع شده و چاپ شده و او جمع آوری را فرزند مولانا سلطان ولد بهاءالدین که سخت به مولانا علاقمند بود، مثل پدر خود عاشق مولانا بود، او جمع آوری کرده. مولانا یک فرزندش علاءالدین سرسخت دشمن شمس بود که حتی با چند اوباش در قتل شمس قصد قتل شمس کرد، و یک فرزندش بهاءالولد در رکاب مولانا بود و گفت که من از این فیض گرفتم و تمام دنیا رو برای من روشن کرد. و خود شمس هم گفت سر را به مولانا نهادم و سر را به بهاءالولد فرزندش. در کلمات قصار و کتاب خط سوم ما شما سه قسمت میبینیم که گپا در شمس بزرگ سه جمل در کلمات قصاری که عجیب و غریب جملات است سه قسمت شده ای. قسمت اول در مورد خود گپ میزنه، قسمت دوم در مورد دیگرها، قسمت دیگیش در مورد اندیشه و باورش و آرمانش، و قسمت آخری طنز است. در مورد خود چی میگه حضرت شمس؟ در مورد خود میگه و آن خطات سه گونه خط نوشتی، یکی آن که خود خواندی لا غیر، دیگری آن که هم خود خواندی و هم غیر او، و سوم آن که نه خود خواندی نه غیر او، و آن خط سوم منم. شمس ای عجوبه روزگار و ای نادره زمان چی میگه؟ میگه من خط سوم هستم که نه خودم خود خوانده میتونم نه کسی دیگه. و در مورد خود میگه، میگه سخنم با کسی یا که با خودم می یا با کسی که خود دو ببینم، من فقط صرف میشه با خود هم صحبت باشم یا با کسی که خود دو ببینم. حضرت شمس شخصیت استثنایی است در تاریخ عرفان جهان و عرفان اسلام. در مورد دیگرا چی میگه؟ در مورد دیگران، مثلا در مورد پدر خود میگه، میگه پدرم مرد صالح بود و نیکو، رقیق القلب. وقتی که صحبت میکرد در مسائل عاطفی و موضوعات عقیدوی، اشک چشمانش در محاسن مبارکش سرازیر میشد. اما مرد عاشق نبود. فرق است بین مرد نیکو و صالح و مرد عاشق. در مورد حضرت سلطان محمود کبیر میگه، میگه محمود پادشاه بود بیدار و طالب. روزی به خدمت ابوالحسن خرقانی رفت. خرقانی به او التفات نکرد. به قاصد خود گفت که آیه مبارکه که اطیع الله و اطیع رسول الامر است برای خرقانی بگو. وقتی که آیه مبارکه را به خرقانی گفت، خرقانی گفت در اطیع الله چنان غرقم که از عطی و رسول شرمسارم، به سومی که چگونه پردازم. در مورد ابن عربی میگه، مرد میگه ابن عربی عارف نیکو و صالح بود، اما متابعت نمیکرد، یعنی پیروی شرع نمیکرد، در حالی که خود متابعت بود. در مورد منصور حلاج میگه، شخصیت جنجالی عرفان جهان و اسلام، میگه اگر منصور تمام جمال دیده بودی ان الحق نگفتی. و در مورد امام العارفین حضرت حکیم سنایی غزنوی رحمت الله علیه میگه، میگه سنایی وقت مردن زیر زبان چیزی میگفت، گوش بر دهانش بردند، گفت باز گرفتم آن چی گفتم، زان که نیست در سخن معنا و در معنا سخن. پس گرفتم من گپای خودم میگم، به خاطری که سخن
گنجایش معنا را نداره. اول ز تکلف بنوشتیم کتب ها و آخر ز تحیر بشکستیم قلم ها. ای بود گپای حضرت شمس تبریزی در مورد دیگرا. و آمدیم سر موضوعی که آرمانگرا بود. میگفت یک اندیشش چی رقم یک اندیشه عالی و بلند بوده. شمس در مورد ویژگی های یک انسان کامل میگه، میگه یک انسان وقتی کامل میشه که دانشمند باشه، بینشمند باشه، ایثارگر باشه، متواضع باشه، شخصیت مستقل داشته باشه، دیگر پذیر باشه، دیگر خواه باشه، برتربینی نداشته باشه، ایثارگر باشه. این خصوصیت های بسیار خوبی را، 13 خصوصیت برای انسان کامل بیان میکنه. در مورد خداپرستی بسیار یک جمله عالی داره در اندیشه ای بزرگ مرد. میگه خداپرستی آن است که خودپرستی را رها کنی. واقعا هم که خودپرستی انانیت، فرعونیت و جنگ با خدا هست. نعوذ بالله من ذلک. خداوند ما شما را از این برتربینی و کبر و غرور نگاه کنه. در مورد طنزهای بسیار جالب داره، در مورد طنزهایش که آدم جهانی از درس و حکمت در او نهفته است. یک طنزش است که میگه که بخش سومی طنزه است دیگه، میگه که سه مرد، یک مرد عیسوی، یکی موسوی، یکی مسلم، در راه میرفتن، پول یافتن و ایره مواد خریدن و حلوا پختن و حلوا کم بود، گفت امیر آله نمیخوریم، صبح میخوریم. هر کسی که خواب خوب دید امو حلوا رو کلش او بخوره. چرا دمی حلوا سه نفر ما سیر نمیشیم، یک نفر باید تیره بخور. حلوا رو پختن و ماندن و شب سپاری شد. صبح که خیستن نسانی رو پرسان کرد که چی خواب دیدی؟ دو رفیق دیگهش گفت مرا حضرت عیسی علیه السلام آمد در آسمان ها برد. و یهودی رو پرسان کردن که تو چی خواه دیدی؟ گفت مرا حضرت موسی علیه السلام آمد و در بهشت ها برد گشتان. مسلم پرسان کردن ای مرد مسلمان تو چی خواه دیدی؟ گفت مرا حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه السلام آمد از خواب بیدار کرد. گفت بیدار شو که یکیش حضرت عیسی در آسمان ها برد و دیگهش حضرت موسی در بهشت ها. الوار بخو، الوار بخو. وقتی که میگه صبح این خواه خدا یکی به دیگر گفتن، میگه او دو نفر به امیر مسلم گفت که خواب خواب تو بود، از آن ما همه خیال بود. طنز دیگهش ای است که میگه یک مرد بعد از نماز شام خانه آمد، دسترخوان آور شد و گفت بیا نان بخو. اولادایش خانمش منتظرش بود که نان بخوره. گفت جگرخون هستم نمیفهمم چی کنم. گفت چرا، چی گپ شده؟ گفت امروز در امام یک امام خطیب دیگه آمده بود، یک چیز گفت، خطیب دیروز دیگه چیز گفت، من چه ما کدامش پیروی کنم؟ یک خطیب میگه که الله جل جلاله لیس کمثل شیء است، زمان مکان ای گپا نداره، در همه جای است و در هیچ جای نیست. ای برای خداوند مکان قائل شدن، جسم قائل شدن کفر مطلق است. گفت او گپ قبول کردیم. امروز یک عالم دیگه آمده میگه خداوند در کرسی ششته در عرش و مستولیز در عرش. عالم من چی رو قبول کنم؟ حضرت شمس میگه خانمش برش گفت که اولادان منتظرت است، بیا نان بخو، عمر خدای دراز باد، او خدایی کند تو بندگی، بیا که اولادایت نان میخواید. میگه امرای تو نان میخوریم. همینطور طنزهای زیاد داره. حضرت شمس کسی بود که با یک جهش جانانه، یک زاهد ترسانه با عاشق پران، یک مرده گریانه با یک زنده خندان تبدیل کرد. و او مولوی بلخی خطیبه، مدرسه، با یک عارف پایکوب نامیرا و جاویدان، عارف زمانه ها که نه تنها در جغرافی های خودش هم زبان و هم کیش خودش، بلکه همه بشر
امروز گم شده خود در کلام او جستجو میکنه. این کار کی کرد؟ در حق مولانا شمس. چی داد به مولانا؟ هیچ چیز. همه چیز مولانا را گرفت و مولانا در یک قمار عاشقانه ایطور باخت که گفت من غیر از امیطور یک قمار دیگر هوس ندارم. حضرت مولوی بلخی عارف نامیرا شد، عارف جاویدانه شد و حضرت شمس در طول امی 22 ماه بودن خود در دفعه اول و دفعه دوم چیزهایی را از مولانا گرفت که بار مولانا را گران کرده بود، سبک ساختش که بپره. حضرت شمس تبریزی مرشد و مراد حضرت مولانا، شخصیت اثنایی، عجوبه روزگار و عارف بی نظیری هست که در طول تاریخ بشر اینطور یک شخصیت استثنایی که دور بوده از انواع جاه‌طلبی، شهرت و مفتخوری و اینقدر کمال داشته که اینطور یک مرد بزرگی را در عالم بشر تقدیم بکنه که امروز همه مردم دنیا در هر کیش و زبانی که هست گم شده خود در او میافن و آلام روحی خود توسط کلام شیرین از او، شکر فروش از او تسکین میتن. روح حضرت مولانا، حضرت شمس، حضرت سنایی مرشد معنویشان و همه اولیاء الله شاد باد. میپردازیم به سوالات خود در این برنامه که چند سوال بوده از دوستای عزیز ما. یک سوال جناب محمدی سب از تلویزیون ایمان به ما گفت که تاجب مراقبه کسی پرسان کرده و سوال دیگه که بنی خود ما آمده، فرق ولی و نبی است. در بخش مراقبه خدمت عزیزای صاحب دل برنامه عاشقان عارفان تلویزیون ایمان عرض بکنم که مراقبه تمرین خلوت روح است. اما طوره که جسم انسان به خلوت ضرورت داره، خلوت و سکوت در یک مرحله از ضروریات است در عرفان، جلوت و خلوت، سخن و سکوت، هر دو. مراقبه چی هست؟ مراقبه فقط اونمو که ما در جسما اعتکاف میشینیم در ماه رمضان یا چله میشینن اولیاء الله کرام در مزارات دیگر اولیاء الله، مثل خلوت نشینی حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در غار حرا قبل از بوسد. اینی مراقبه بعد از اونمو چی هست؟ بعد از کدام حالت به دست میایی؟ این تمرین خلوت روحی، انسان به اثر ذکر زیاد به فکر و از فکر به محاسبه میرسه که من چی کدوم؟ پروردگار ای امانت به من داد، ای سرمایه را به من داد، ما چی کدیم؟ در مقابل او عظمی محاسبه مراقبه به وجود میاد. مراقبه که دقیق شد، زیاد شد، صاحب حال شد، صاحب کشف شد، مردکه در کشف میره، از کشف در شهود و همه جهان تجلی ذات حق میبینه، ظهور الله جل جلاله میبینه و روشن میشه برش همه چیز در نتیجه این مراقبه. یعنی چی است؟ خلوت روح. متوکل اعتکاف خلوت جسم است، مراقبه تمرین خلوت روح است. سوال بعدی، ولی و نبی است. فرق ولی و نبی چی است؟ ما شما بفهمیم که انبیاء کرام پروردگار عالم برای رهنمایی بشر مبعوث میکنه، مخاطب از یا عام است و کرامت و معجزه خودم اظهار میکنن علنی و عقاید ما ایتور است که اولیا باز وظیفه مخاطبشان خاص است و کرامت خدا باید پنهان بکنن، نگوین که ما ولی هستیم. برای دستگیری معنوی و باطنی انسان ها اولیای واصل، اولیای مستور و غیر مستور، مثل که در عالم ظاهر علما ضرور است، اونموتون یک ضرورت است. ما شما در کلام الله مجید میبینیم
قصه حضرت موسی علی نبی اینا را که با یک پیامبر اولوالعزم بود، چگونه با یک ولی مستور، یک انسان صالح رفت که از او چیزی یاد بگیره. او برش گفت، گفت که ما بوده نمیتونی. و همو در سوره کهف که همو داستان آمده که سه واقعه شد و در سه دفعه حضرت موسی علی نبی ازش سوال کرد، بعد پس برش حضرت خضر گفت. امی نام خضر صوفیای کرام سره امی شخص صالح ما درگنی ولی مستور است. گفت با ما هم سفر بوده نمیتونیم. از شروع برد گفتم ببینیم که برای یک نبی اولوالعزم، یک مرد نیکو و صالح خدا پیدا میشه که او را چیز زیادتر بفهمانه، یعنی در تکامل شخصیتش نقش داشته باشه. اینمونطوره که حضرت خضر با حضرت موسی، اینمی رقم حضرت شمس با حضرت مولانا زندگیش شاید میشه که آدم یک مقایسه کنه. ما امیدوارستم که اجزای ما جواب هر دو سوال گرفته باشه و تقاضای ما از شما بیننده های عزیزی برنامه عاشقان عارفان تلویزیون ایمانی است که سوالات خود، هر نوع سوالی که در رابطه با مسائل عرفان و معرفت باشه بپرسن. مسائل فقهی را از برادرایی که مفتی هستند در برنامه های دیگه از علمای کرام بپرسن. وارد مسائلی که عرفان سوال های خود مطرح بکنن. ما در خدمت برادرها و دوستای و خواهرای خود هستیم. خواهرها و برادرای عزیز ما، این برنامه فقط به خاطر امی است که نسل امروز ما ارتباطش با اولیای واصل و عرفای کرام نسل های قبل قطع نشوه. امیدوارستم که پروردگار عالم ما و شما را هم از فیوزات ایزی بزرگ مردا محروم نسازه. تا برنامه بعد همه شما را به الله بی نیاز و یک تا میسپارم. خوب و خوش باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.